برای دیدن کامل این فیلم در کانال تلگرام ما عضو بشید. داستان فیلم با چند تا بچه مدرسه شروع میشه که مشغول بازی بطری‌اند. استو بازی رو انجام میده و از شانس خوبه سر بطری روبروی دختر مورد علاقش میاد و دوستش چاک هم بهش یاد میده که چطور میتونه یه دختر رو جذب خودش کنه. حالا نوبت چاکه. اون بطری رو میچرخونه و امیدواره سر بطری به سمت دختری که لباس سبز پوشیده بیاد، اما بطری روبروی آنیشا وای میسته. اون خوشحاله چون چاک رو دوست داره و هر دوشون میرن داخل اتاق. آنیشا چاک رو تحریک میکنه اما چاک بهش توجه نمیکنه و میگه برو کنار، میخوام برم بیرون. آنیشا از این رفتارش عصبانی میشه و اون رو از اتاق بیرون میندازه و بهش میگه من تو رو طلسم میکنم تا هیچ وقت نتونی عشق واقعی تو پیدا کنی. در سکانس بعد چاک رو میبینیم که یه دندانپزشک موفق شده و بهترین دوستش استو هم جراح پلاستیکه. اونا محل کارشون یه جاست و توی مطب استو همیشه پر از دختری خوشگله، ولی بیشتر مشتریای چاک سمبالان. بعد از تمام شدن کارشون به مراسم ازدواج کیتی، دوست دختر سابق چاک، میرن. کیتی از چاک به خاطر اینکه باهاش رابطه داشته و اونو به عشق واقعیش رسونده تشکر میکنه. زنی که کنار چاک نشسته به نظر میاد از چاک خوشش اومده و در موردش با دوستش صحبت میکنه. اما چاک نگاهش میفته به یه دختر به اسم کم واکسلر. اون میاد و کنار چاک میشینه و خودشو معرفی میکنه. وقتی کم میخواد بره، میز میفته و لباس چاک کثیف میشه. کم سعی میکنه لباسش رو تمیز کنه و در همین حین استو میاد و کمی براش دلبری میکنه. بعد کم از اونجا میره. بعد از این اتفاق کیتی میاد و با چاک صحبت میکنه. چاک اتفاقی کارول دوست دختر سابقش رو میبینه که اونم عشق واقعیش رو پیدا کرده. روز بعد وقتی چاک و دوستش در حال قدم زدنن، کارول رو میبینن که داره لباس عروس انتخاب میکنه. اون میاد و حلقه ازدواجش رو نشون میده و به چاک میگه تو یه جادوگر واقعی هستی و هر کی باهات رابطه داشته خیلی زود به عشق واقعیش رسیده. چاک به خونه برمیگرده و پیغامای تلفن رو چک میکنه. چند نفر براش پیغام گذاشتن و ازش رابطه یه دوستی خواستن تا بختشون باز بشه. توی یه سکانس بعد میبینیم که کم داره به پنگوانا غذا میده، اما یه پنگوان میره به سمتش، میفته و دندونش میشکنه. کم به چاک زنگ میزنه و میگه دندونش شکسته و میخواد که امشب درستش کنه. چاک میره و دندونش رو درست میکنه. وقتی کم میخواد دستمزدش رو بده، اون قبول نمیکنه و به کم میگه میتونه برای شام دعوتش کنه. اما اون خیلی مؤدبانه درخواستش رو رد میکنه و تنهاش میذاره. وقتی چاک از مطبش بیرون میاد، کمو میبینه که برگشته و بهش میگه نظرت عوض شده، برگشتی؟ اما اون میگه ماشینم روشن نمیشه و اومدم تا کمکم کنی. چاک کمک میکنه تا ماشین روشن بشه. موقع رفتن که متوجه میشه که در ماشینش قفل شده و از چاک میخواد اونو به خونه برسونه تا کلید یدکی رو برداره. چاک اونو میرسونه و کم بعد از برداشتن کلید دوباره سوار ماشین چاک میشه تا برگرده و ماشینش رو برداره. وقتی میرسن چاک دوباره ازش میخواد که برای شام دعوتش کنه، اما کم بازم قبول نمیکنه. چاک برمیگرده خونه و با تعجب میبینه که دستیارش ریبا اومده توی خونهش و منتظرشه. ریبا هم بعد از داستانایی که در مورد چاک شنیده ازش میخواد تا شب و با اون بگذرونه تا اونم بتونه عشق واقعیش رو پیدا کنه. چاک قبول نمیکنه، اما ریبا یه دفعه بهش حمله ور میشه و بهش میگه تو باید این کارو انجام بدی. صبح روز بعد چاک جریان دیشبو به دوستش میگه. استیون میگه باید این واقعیتو قبول کنی که تو یه آدم خاصی و هر کسی که میاد سمتت به عشق واقعیش میرسه. به چاک میگه اینجوری تو هم میتونی از این فرصت استفاده کنی و با زنای زیادی وقت بگذرونی. اون اول قبول نمیکنه، اما بعد استیو اونو راضی میکنه. اون به خیلی از زنا کمک میکنه عشق واقعیشونو پیدا کنن، اما چاک به دوستش میگه هنوز ناراحته، چون که نمیتونه یه عشق واقعی برای خودش پیدا کنه. چاک احساس میکنه که عاشق کم شده و تصمیم میگیره دیگه با هیچ دختری نخوابه. چاک به محل کار کم میره و میخواد شانسش رو برای بار سوم امتحان کنه و دوباره ازش میخواد تا برای شام به بیرون برن. کم درخواستش رو قبول میکنه، اما بهش میگه ما فقط میتونیم دوستای معمولی باشیم و قرار نیست چیزی بینشون اتفاق بیفته. آخر شب توی خیابون کم روی زمین میفته و اینجا چاک از فرصت استفاده میکنه و اونو میبوسه. روز بعد دوباره با هم قرار میذارن و تا شب با هم وقت گذرونی میکنن و چاک جرأت اینو پیدا میکنه تا کم رو به خونه خودش دعوت کنه تا بیشتر با هم باشن. کم قبول میکنه و میره به خونش. استیو بهش زنگ میزنه و میگه هر زنی رو که اون باهاش بوده حالا ازدواج کرده. چاک خیلی ناراحت میشه و از وقت گذرونی با کم منصرف میشه و بهش میگه اتفاق مهمی افتاده و باید تنهاش بذاره. روز بعد چاک میره سراغ استی و بهش میگه هنوزم به جادویی که داره مطمئن نیست و میخواد امتحانش کنه. اون تصمیم میگیره با دختری به اسم الینور قرار بذاره که به خاطر چاقی و هیکل بزرگی که داره تا حالا کسی حاضر نشده باهاش ازدواج کنه. اون بهش پیشنهاد میده تا برای شام بیرون برن و بعد با هم وقت بگذرونن و اونم قبول میکنه. بعد کم به چاک زنگ میزنه و ازش میخواد که بیاد و با هم وقت بگذرونن.
اما چاکه نمیخواد که ما از دست بده، بهونه میاره و میگه فعلا مریضه و نمیتونه ببینتش. یه هفته میگذره و خبری از چاک نمیشه. کم دوباره به چاک زنگ میزنه و بهش میگه میخواد ببینتش، اما اون باز بهونه میاره و تلفن رو قطع میکنه. بعد استیو زنگ میزنه و بهش میگه الینور هنوز ازدواج نکرده و چاک متوجه میشه این که جادویی هست دروغه. با عجله میره خونه کم تا باهاش وقت بگذرونه. روز بعد چاک وقتی از تلویزیون میبینه که الینور عشق واقعیشو پیدا کرده، حسابی عصبانی میشه و به استیو زنگ میزنه و قضیه رو میگه. اون تصمیم میگیره که توی رابطه با کم بیشتر دقت کنه، چون میترسه که اونم مثل بقیه تنهاش بذاره و با عشق واقعیش ازدواج کنه. چاک با کلی کادو به محل کار کم میره و با یه لباس مسخره ادا در میاره. کم از این کاراش حوصله‌اش سر میره و میخواد که از اونجا بره. بعد از این چاک میره تا به کم پیشنهاد ازدواج بده، اما چاک کم رو با آرایشگرش جورج میبینه. چاک کنترلش از دست میده و میره سراغ جورج و اونو میزنه. کم از این رفتارش ناراحت میشه و تصمیم میگیره تا باهاش قطع ارتباط کنه. بعد از این چاک رو میبینیم که زیر بارون نشسته و دستیارش میاد و بهش میگه عشق واقعیشو پیدا کرده. در همین حین اتفاقی چاک چشمش به یه بطری میفته و یادش میاد توی بچگی آنیشا اونو تلسم کرده و بهش گفته هیچ وقت نمیتونه به عشق واقعیش برسه. بعد چاک میره پیش استیو تا با کمکش بتونه آنیشا رو پیدا کنه. چاک به خونه ی آنیشا میره و بهش التماس میکنه که جادوش رو باطل کنه و میگه عشق واقعیش داره ترکش میکنه. آنیشا سعی میکنه چاک رو قانع کنه و میگه اگه کسی واقعا برای تو ساخته شده باشه بهش میرسی. چاک یه قرار ملاقات بین کم و هاوارد عشق واقعی کم ترتیب میده. اونا وقتشون رو با هم میگذرونن و چاک از دور تماشاشون میکنه. روز بعد استیو با لارا به خونه چاک میاد و بهش میگه تصمیم داره با لارا ازدواج کنه. اونا به چاک میگن که با هاوارد رفته فرودگاه و میخواد باهاش به آترانتیکا بره. استیو به چاک میگه اگه واقعا کمو دوست داره باید الان بره فرودگاه و نذاره که اون با هاوارد بره و باید برای رسیدن به عشق واقعیش بجنگه. چاک با عجله خودش رو به فرودگاه میرسونه و بلیط میگیره و سوار هواپیما میشه. کمو میبینه، بهش میگه واقعا دوستش داره و اون تنها عشق واقعیشه و ازش میخواد که تنهاش نذاره. کم میگه فقط برای چند روز با هاوارد و همسرش به مسافرت میرم و برمیگردم. چاک از اینکه میفهمه هاوارد ازدواج کرده خوشحال میشه. بعد جعبه‌ای رو که داخلش یه سنگ قیمتیه به کم میده و ازش خواستگاری میکنه. اونم این بار پیشنهادش رو قبول میکنه و اونو میبوسه. توی سکانس بعد آنیشا یه عروسک دستشه که روی صورتش عکس چاکه. اون سوزن رو از عروسک بیرون میاره و اینجوری تلسم چاک تموم میشه. در آخر چاک و کم رو میبینیم که به آترانتیکا رفتن و همدیگر رو بغل میکنن و اینجا فیلم تموم میشه. برای دیدن کامل این فیلم عضو کانال تلگرام ما بشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.